سلام رفقا، تو این ویدیو قراره بهتون نشون بدم که چجوری میتونید ویندوز 11 رو در واقع نسخه پیشنمایشش رو آپدیت بکنید، یعنی ویندوز 10 که دارید رو آپگرید بکنید به ویندوز 11 نسخه پیشنمایش. البته که پاییز حتما نسخه نهایی ویندوز 11 میاد، من خودم الان گذاشتم روی آپدیت داره انجام میشه، تا آپدیتش تمام نشده بریم بهتون نشون بدم که چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. خب بچه ها، بریم که بهتون نشون بدم که چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. الان ببینید، من ویندوز 11 رو ویندوز 11 اینسایدر پریویو ورژن رو، یعنی نسخه پیشنمایش که برای اینسایدر ها مایکروسافت میذاره رو دارم دانلود میکنم. 60% هم دانلود شده. حالا میخوام بهتون نشون بدم که اولا چجوری میتونید اینسایدر باشید. من قبلا یه دونه ویدیو ساختم، بالا لینکش وجود داره، میتونید برید ببینید که اصلا چجوری میتونید اینسایدر باشید، ولی دوباره یه بار دیگه اینو توضیح میدم بهتون که بدونید دقیقا چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید، این قسمت یه دونه ویندوز اینسایدر پروگرام دارید. اول باید ویندوز اینسایدر رو رجیستر بکنید. گفتم تو اون ویدیویی که قبلا ساختم که حتما باید برید نگاه کنید، اینو بهتون نشون دادم که چجوری میتونید این کار انجام بدید. سه تا آپشن بهتون میده که قبلا اینا رو هم باز دوباره توضیح دادم، ولی الان توی در واقع دیولوپر چنلش میگه که شما جزء های تکنیکال یوزرها هستید و در واقع میتونید دسترسی داشته باشید به آخرین ویندوز، آخرین بیلد ویندوز 11، همونجوری که اینجا میبینید. دو تا گزینه دیگه هم داره که میگم اینا رو قبلا توضیح دادم، به خاطر همین توضیح نمیدم، ولی این گزینه دیو چنل همیشه آخرین بیلد ویندوز رو به صورت پیشنمایش نشون میده. دلایلش هم که خب قبلا گفتیم. بعد شما برمیگردید توی ویندوز اینسایدر، اگر روی این گزینه باشه، و بچه‌ها به این نکته خیلی دقت بکنید و حتما باید وی پی ان بزنید، بهترین کشوری هم که تو وی پی ان تو میتونید انتخاب بکنید آمریکاست. حالا چرا؟ به خاطر اینکه خب اصلا کلا این پریویو ورژن ها رو مایکروسافت اصلا به آی پی ایران نمیده، بنابراین وی پی ان بزنید. همونجوری که میبینید اینجا من بهتون نشون بدم، من هم وی پی ان هم الان روشنه و وی پی ان زدم. به خاطر همین وقتی که تو قسمت ویندوز آپدیت میرم، ویندوز 11 اینسایدر پریویو رو به هم نشون میده و من میتونم که اونو بگیرمش. فقط همین رو بهتون نشون میده، شما گزینه آپدیت رو میدید. حالا همونجور که میدید 64% رفته، من یه فلش فوروارد میذارم، وقتی که آپدیت هم تموم شد و اینستالیشن شروع شد اونجا دوباره این ویدیو رو ادامه میدید. همون جوری که میبینید کلن دانلودش تموم شده، دانلودش هم خیلی طول نمیکشه. حالا من با اینترنت 4G البته دانلود کردم، دانلودش خیلی طول نمیکشه، خیلی زمان بر نیست اگه سرعت اینترنتتون خوب باشه، ولی الان تقریبا 35% هم اینستال شده. اینستالش هم تو خود همون جایی که در واقع دانلودش میکنید، تو همون ویندوز آپدیت ویندوز 10 اتفاق میفته و بعدش یه ریستارت میکنه که حالا با ویندوز 11 بیاد بالا. ولی اون قسمتاش رو من سعی میکنم مانیتور رو بشرف کنم به سمت دوربین، چون دیگه نمیتونم اسکرینم رو کپچر بکنم، اما میخوام ببینید مراحلش رو حتما. بعد اینکه اینم بگم که آها، خب این اتفاق نمیفته، یعنی من نمیتونم صفحه‌مو کپچر بکنم به این علت که خب من روی مثلا مجازی ساز مثل وی ام وی یا حالا مثلا هایپر وی اینو ران نکردم که بتونم از اسکرینم کپچر بگیرم زمان ریستارت شدنش. به خاطر همین حتما لپتاپمو میچرخونم سمت دوربین که شما ببینید که چه اتفاقی میفته. من دوباره یه دونه فلش فوروارد میزنم برای اینکه اینستالش تموم بشه و بعد دیگه از اونجا به بعدش با هم دیگه ادامه بدیم. خب بچه ها، همون جوری که میبینید من کار آپدیت ویندوز هم تموم شده، فقط الان من ریستارت بکنم، به خاطر همین
هم باید ریستارت بکنم، هم OBS هم رو چه کار سختی، هم OBS هم رو استاپ بکنم که این قسمت ویدیو کپچر شده باشه. خیلی سریع این کار رو انجام میدم. بعد همونطور که میبینید بچه، این هم بهتون میگم، همونطور که میبینید من لپتاپمو پلاک کردم، چون برای انجام دادن این عملیات حتما باید لپتاپتون به برق باشه. بعد این موارد مد نظر قرار بدید که وسط آپدیت یه دفعه باتری لپتاپ تموم نشه و لاکار بمونید. خلاصه بریم ریستارت بکنیم. از اینجا به بعدش دیگه بچه‌ها من میخوام که مانیتورم رو بچرخونم سمت شما که تصویر مانیتور من رو هم داشته باشید. خب همونجوری که میبینید این شما برای ویندوز 11 خیلی خفنه. ببینید من یه توضیحی بهتون بدم، از اولش که ویندوز 11 میخواید لاگین کنید همه چی تغییر کرده، فونت هم تغییر کرده، بعد تمام منوها تغییر کرده. حالا خیلی ها تو ایران میگن که این ویندوز یه مثلا فقط یو ایکس و یو آیش مثلا همون ویندوز 10 یو ایکس و یو آیش مثلا تفاوت کرده، ولی من تغییرات رو خیلی فراتر از این میبینم که فقط پوسته ویندوز 10 رو تغییر داده باشه. به خاطر همین خیلی دوست دارم که همین هفته یه دونه ویدیو دیگه بسازم که توی اون ویدیو تمام تغییراتش رو با جزئیات بهش بپردازیم و ببینیم که چقدر تغییراتش زیاده. آپدیتش انجام شده، الان شما دارید دسکتاپ من رو میبینید. من خیلی کوچولو میخوام، خیلی نمیخوام اسپویلش بکنم، میخوام یه ویندوز دیگه در موردش بسازم. استارتش رو میبینید که خب تغییر کرده، تمام منو اومده وسط چین شده، سرچش تغییر کرده و حتی من یه رایت کلیک میکنم شما کاملا میبینید که این منو اینجا کاملا تغییر کرده. حتی میتونیم وارد مال کامپیوتر هم بشیم که اینجا هم میبینید خیلی متفاوت تر از ویندوز 10 هستش، مخصوصا این منوی این بالا که من خیلی الان شاید روش کنترل نداشته باشم، ولی تحتوشو در میارم ببینم که چیه. خب رفقا دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که شما هم به ویندوز 11 ها پیوسته باشید و ویندوز 11 رو حتما تجربه بکنید. مطمئن باشید که خیلی الگوهای اصلاح شده بیشتری داره نسبت به ویندوز 10. آخرین ویدیو هم ازتون میخوام که حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید. دمتون گرم که من رو حمایت میکنید. آخرین ویدیو دو تا ویدیو دیگه هم گذاشتم که میتونید دو تا هم نگاه کنید.